ظلم، ستم، اذیت، آزار، شکنجه، اعدام، اعمال فشار و نیز حمله به منازل شیعیان عربستان توسط نیروهای حکومتی آل سعود پایان ندارد. در همین راستا جدیدترین اخبار رسید از استان شیعه نشین قطیف در شرق عربستان حاکی از آن است که یک بار دیگر به خانه شیعیان حمله کرده و ده جوان شیعه را بازداشت کردند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. منابع محلی در استان قطیف در شرق عربستان سعودی فاش کردند که دهها تن از نیروهای امنیتی آل سعود با پشتیبانی خودروهای زرهی وارد برخی محله ها و مناطق این استان شده و بعد از ورود اجباری به خانه های شیعیان دوازده شهروند شیعه از جمله ده جوان شیعه را بازداشت کرده و به همراه خود بردند. به گفته این منابع محلی این حمله که روز دوشنبه انجام شد در منطقه حفار البتین در شهر العوامیه و روستای ام الحمام در قطیف رخ داد در همین راستا کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان CDHRAP با صدور بیانیه رسمی ضمن تایید این خبر اعلام کرد نیروهای سعودی سوار بر خودروهای زرهی به خانه شیعیان یورش برده و ده جوان را بازداشت کردند این بیانیه افسود این جوانان بازداشت شده به محل نامعلومی منتقل شدند و حتی خانواده های آنان اطلاعی از آنها ندارند کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره ی عربستان همچنین افسود حکومت سعودی در چند وقت اخیر بر دستگیری ها و محاکمه روحانیون نویسندگان و فعالان حقوق بشر به ویژه در مناطق شیعه نشین در شرق عربستان افسودند. در این بیانیه افسود حکومت سعودی همواره تظاهرتهای مسالمت آمیز شیعیان که از فوریه سال 2011 میلادی آغاز شده را سرکوب کرده و از آن زمان تا کنون صدها شیعه را بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است. گفتنی آخرین اقدام آل سعود علیه شیعیان بازداشت شده بازداشت حجت الاسلام شیخ حسن خویلدی خطیب و روحانی سرشناس شیعه عربستانی بود که همچنان در بازداشت به سر میبرد. علت بازداشت او مشخص نیست پیش از او نیز حجت الاسلام شیخ کاظم الامری بازداشت و به چهار سال حبس محکوم و روانه زندان شد طبق بررسی های انجام شده از سال 2017 میلادی تا کنون که زمام امور در عربستان به دست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی افتاده بر حجم بازداشت و اقدام های حکومت سعودی علیه شیعیان نیز افزوده شده است فاطمه مستوی اخبار شیعه